با عرض درود به یاران عزیزم، چندین سال پیش که در تلویزیون ایران آریایی برنامه داشتم چند نکته را ذکر کردم. اول که باید به ریشه خودمان برگردیم، دوم اینکه رژیم زلزله ایجاد می کند، سوم بالاخره جنگ بزرگی رخ می دهد، چهارم فقر همگیر می شود، پنجم باید تا جنگ نشده ما خودمان با دست خودمان رژیم را نابود کنیم و هر کاری که از دست من سرباز برمی آمد انجام دادم، ششم آمریکا ایران را بمباران می کند. ولی امروز که تمام ایرانیان و می توانم بگویم 70% مردم متوجه شده اید که چه بلایی سرتان می آید و چه اتفاقی در حال به وقوع پیوستن است، آخوندها از خدایشان است که با آمریکا کنار بیایند، ولی جناح چپ نمی‌گذرد و حتی پرزیدنت ترامپ می‌گوید که قصد دارد اماکن تاریخی و فرهنگی را هدف قرار دهد. دلیل این پیام این است که به آخوندها علامت بدهد که حاضر است تخت جمشید و پاسارگاد را از بین ببرند، ولی با حملاتی که شما داشتید به شکر خوردند افتادند و حرفشان را تغییر دادند. درود به شرف شما که پیروز شدید. می دانند که روسیه تا پایان عمرش بدبخت می شود و دلیل بدبخت بودنش این است، چون ملتی نیستیم که مانند گذشته باشیم. زمان 57 ملت با آخوندها مبارزه جدی نکردند، ولی حالا جدی شده اید. حالا نگاه نکنید که یک مشت الاغ ار می کنند. پس این جنگ بین آمریکا و روسیه است، ولی بازی سر چپها و آخوندهاست و اینجاست که ملت ایران باید آماده باشند و این شکار را انجام بدهند، نه آمریکا. این جنگ مثل جنگ ایران و عراق نیست که در مرزها باشد، از بالا بمباران می شوید و خوب می دانید که آخوندها پناهگاه های زیرزمینی بسیار مجهز ساختند که در زمان لازم آنجا پناه ببرند، ولی بعد بیایند بیرون و بازی را از نو شروع کنند و دیگر هیچ خطری دنیا را تهدید نکنند، چرا که دیگر آمریکا چپها را از بین برده و بمب اتمی یا انرژی هسته‌ای یا تأسیسات اتمی یا هر چیزی که شما می‌خواهید اسمش را بگذارید وجود ندارد و دیگر نگران اتم نیستند. پرسش اینجاست که آیا روسیه حاضر است به کمک ملاها بیاید و یا نه؟ هیچ کسی نمی داند که آیا جنگ جهانی سوم رخ می دهد یا خیر. اگر شما همچنان به سکوتتان ادامه دهید، برده باقی می مانید و تا آخر عمرتان بدتر از اینی که هستید خواهید شد. پس هر چه زودتر مسلح شوید و در زمان بمباران تمام کلانتری ها و هر جایی را که می توانید به تصرف خود درآورید و مطمئن هستم که نیروهای نظامی با شما همکاری می کنند. و اینجاست که شما بعد از بمباران دوباره با آخوندها روبرو می شوید، ولی قدرت شما با آنها برابر و یا حتی بیشتر از آنها هم می شود و آخرین شانس و همچنین آخرین تیر را داریم و باید به هدف بخورد و مثل بازی فوتبال است که باید گل پیروزی به ثمر برسد. امیدوارم که متوجه شده باشید. اگر با نظر من موافق هستید، هر چه زودتر رو به همه دوستان بگویید و آماده باشید. برگ سرنوشت سازی از تاریخ را ورق می‌زنیم و دوباره تاریخ را به دست می‌گیرید. سیاوش امانیه. ایران بیش از هر وقت دیگر تحقق یافته است و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در فتوی آن هیچ عاملی نمی‌تواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدف‌های ملی و نجیبانه آن گردد. بیاری پروردگار توانا، من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور
و به سوی ترقی و سعادت هرچی بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکاب میراث پرشکوه کهن آینده‌ای باز هم پرشکوه تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد. ملت بزرگ ایران، خشونت خشونتزاست، تشویق وحشت چیزی جز تولید وحشت افسار گسیخته در پی ندارد. حاکمیت مبتنی بر وحشت و فریب چیزی جز تباهی در پی ندارد. با بازگرداندن حاکمیت به دستان توانای ملت که صاحبان اصلی این کشورند، بیاییم تا با یک تفاهم ملی دست به کار نجات میهن خیش از سراشیبی سقوط باشیم. در روزگاری چنین سخت که شاهد انحطاط ایران از همه سو می باشد، من بار دیگر مراتب همدلی و همبستگی گسست‌ناپذیر خود را با نیروهای مسلح ایران زمین، با دلاوران ارتش و با تمامی سربازان و پاسدارانی که حراست از مرز و بوم این کشور و جان و مال ملت ایران را مأموریت ملی خیش می دانند، ابراز می دارم. پاینده ایران.